استارت اینو میزنیم که حالا از قبلی باشه یه لحظه سخت باشه خب. از این چی بکنیم؟ مانی بسته؟ نه تازه بس بازه؟ موزنی. خب یاد بریم مانی؟ قرار بریم هم اونجا آره به من نگید قرار بریم بریم <applause>

سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام هم باز نشسته سلام فرهادم این این سری پیش گفت فرهاد سلام آره آره گفت فرهاد سلام فرهاد کامو سلام متاسفانه هنوز فرزاد مریضه و نتونست امروز بیاد که ما خوب و اینکه اینو نشونیم پشتیدم و دستگاه و واقعا گنگ زده به این دم دستگاهی که گذاشتیم جلوش که خیلی ساده است واقعا استفاده کردن از آنشون گوشونن زش هم میدونن حالا من این سورپرایز هم البته دیدین دیگه نه, نه شما دوستان ندیدید ولی خودشون دیدن نباید بگی که تو کاور میخوایم بزنیمش <تصفح> <ام> جونم... اینساید <تصفح> <تصفح> نگی نه خیلی آوتساید قراره باشه جونم براتون بگی که اپیزود 159 ماست بله و اینکه میخوایم با موضوع من ادامه بدیم بحثمون رو و ببینیم که خودم براتون چی آوردم فرض شما قبلش که چی نداری اصلا بگی اتفاقی نیفتاده نه دیگه از چند دقیقه خوب شاید تصویر الان بهتر شده باشه واسه این, اپیزود بدونم از کادر بندی من که حالا قبلی گوش ندن اینم بگم که البته بعید میدونم اپیزود کورنو معمولا همه گوش میدن این پیام بازرگانی بود این همین وانته بود که موتورش بیرون بود موتور بود ماشین نه بود بود که موتورش بیرون بود ببخشید دیگه ما الان قسن چیز مزید بر علت شد که توضیح بدم قضیه چیه متاسفانه نتونستیم امروز توی جای همیشه یه کنیم مجبور شدیم که بیایم دفتری که از دوستان و اونجا داریم من رو ضبط میکنیم متاسفانه و, و این صده ها ممکنه داشته باشه جورا مرتومه ای که این موضوعی که میخوام در صحبت بکنم از اون موضوعاتی که ما قبلا خیلی بهش پرداختیم موضوع حالا رژیم غذایی یا دایت که خب حالا خانم فرناز لاری باشون که صحبت کردیم اومدن در مورد در مورد رژیم غذایی صحبت کردیم ولی به صورت تخصصی در مورد دایت یا رژیم کیتوجنیک صحبت کردیم با فیناس که حالا گفتن که خیلی پیچیده است به صرف اینکه چند روز این رژیم رو رعایت بکنی جواب نمیده و حتی میتونه براتون خیلی خطرناک باشه چون که بدن میتونه در واقع خیلی مقاومت بکنه و ممکنه برای کسایی که دارن این رژیم رو دنبال میکنن خطرناک بشه در مورد رژیم های غذایی حالا گیاهی صحبت کردیم یا ویژیتریان که مشکل اینجور رژیم غذا هست اینه که خیلی باید با اطلاعات وارد این رژیم غذایی بشی و دلیل این موضوع هم این است که وقتی فرورده های چرا میگم با اطلاعات باشی چون که موقعی که فرورده های گوشتی و از رژیم غذایی حذف میکنیم خیلی از ویتامین های اساسی که وجود دارن به بدن آدم نمیرسن و اون میتونه خیلی ناسالم باشه و میتونه خیلی مضر باشه من چند روز پیش داشتم با حالا این ویتامین ها رو میگم الان چند مدلش شد داشتم با یکی صحبت میکردم که خودشون به قول معروف دایتیشن هستن یا دکتر تغذیه هستن و میگفتش که مشکلی که الان به وجود اومده اینه که بعضی از این کمپانی های بزرگی که وجود دارن میان با مارکتینگ های خیلی بزرگ و خیلی قوی یه چیزی رو توی مغز مردم حالا در واقع جا میدن که آدم ها فکر میکنن بعضی چیزها سالمه در واقع ولی واقعا اینطور نیست واقعا سالم نیستن بعضی از غذاها خوب هستن برای آدم ها و حالا با اون کلمات بازی که انجام میدن که حالا جلوتر میگم که چی ها هستش با اون بازیایی که انجام میدن مغز آدم ها رو به یه سمتی میبرن که شما از این غذاها اگر استفاده بکنید میتونه براتون خیلی مفید باشه و میتونه سالم تر باشه که واقعا اینطوری نیست که میتونه در واقع زندگی آدم ها رو تحت تاثیر قرار بده متاسفانه یکی از اون ویتامین هایی که خیلی مهمه توی حالا واس های گوشتی میاد ویتامین B12 یا B12 که بهش میگن که خیلی راحت از فرآورده های گوشی به دست میاد که به سلامتی بافت عصبی کمک میکنه به کنش های مغزی کمک میکنه به تولید سلول های قرمز قرمش. قرمش ها بله <laughs> به تولید سلول های قرمز کمک میکنه که کارشون رسوندن اکسیژن به اقسان بدن آدمه و خیلی کار مهمی دارن که مثلا از راه طبیعی نمیتونه هیچ جوری جذب بشه اگر که از فرآورده‌های گوشتی نباشه و مجبور میکنن آدما رو از استفاده حالا قرص‌های شیمیایی یا تزریق آره از تزریقات مختلف که به مرور اون رژیمی که داریم بهش فکر میکنیم که خیلی سالمه شروع میکنه ناسالم شدن چون که مواد شیمیایی داریم وارد بدن می‌کنیم میکنیم یا قرص های ویتامینی که گفتم یکی دیگه از اون مواد که خیلی مهمه آهنه آره. که خیلی حیاتی است برای انسان ها. آدم آقایون داری چی کار پشت داره برای خودش عکس میگیره به صورت میانگین آقایون تقریبا 8 میلی گرم آهن نیاز دارن روزانه و خانم ها 18 میلی گرم به خاطر اون منپازی که در واقع اتفاق میفته توی بدنشون درست و چی بودی؟ منپاز دیگه عادت ماهیانه عادت ماهیانه منسترال سایکل فرهاد وقتی اونجا نشستش با دخالت که 18 میلی گرم آهن نیاز دارن اما کسایی اما که از فرآورده‌های گوشتی استفاده نمی‌کنن تقریبا دو برابر این رو نیاز دارن به خاطر اینکه اون آهنی که از فرآورده‌های غیر گوشتی و مثلا از گیاهان به وجود میان در واقع جذب بدن میشن که بهشون میگن نان هم هیم خیلی سختتر جذب بدن دیر میشن آره دیر جذبه و برای همین باید دو برابر اون آهن مورد نیاز رو بخوری تا به صورت مینیموم اون آهنی که نیاز داری به بدن جذب بشه رو جذب بکنیم حالا چیزی که میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنم چیزی که جدیدا خیلی زیاد میشنویم و مارکتینگ خیلی عجیبی داره در موردش انجام میشه که بهش میگن پلاند بیسد دایت یا رژیمی که زیر همش گیاهیه یا همون تقریبا همون ویگن خودمونه ولی خب یه سری تفاوت داره ولی این کلمه پلنت بیس رو که وقتی مثلا میشنوی احساس میکنی که همش گیاهیه و باید چیز سالمی باشه یعنی میگفتم با مثلا فکر آدم ها با مغز آدم ها بازی میکنن به صورت مارکت با به صورت حال مارکتینگ اینه که اون کلماتی هم که استفاده میکنن خیلی فکر شده است در موردش و بازم وقتی میگم که خیلی مارکتینگ روش انجام میشه توی سال 2017 پلنت بیس دایت دومین جمله بود که توی گوگل توی کانادا بیشترین سرچ رو داشت خب خیلی جالب شده بوده آره حالا این رژیم های غذایی به قول فرهاد میان مد میشن و حالا قول شد از شما بگم دیگه وقتی که یه چیزی آدما میتونن ازش پول در بیارن یعنی حالا کمپانی های مختلف ازش پول لر میارن حالا چه درست چه غلط میان مارکتینگ های عجیبی روش انجام میدن و ذهن آدم ها رو میشورن به اون سمت و به اون سمت. آره دایت هم و رژیم غذایی هم همین طوریه دیگه متاسفانه به خاطر اینکه خیلی پول توشه چون که وعده غذایی که نمیتونی از آدم بگیری همیشه اون وعده غذایی ها رو دارن حالا چطور این وعده غذایی باشه ام، که حالا فروردهای گوشتی باشه ویژیتریان باشه یا ویگن باشه یا مثلا زیر ساختاش همش گیاهی باشه یا چیزهای مختلف این شرکت های بزرگ حالا تغذیه میتونن از این پول زیادی در بیارن برای همین میان یعنی یه مارکتینگ خیلی خوبی روش انجام میدن و هر از, هر از چند گاه یک بار میان یه چیز جدیدی رو مد میکنن یادم مثلا سال 2000 رو مثلا 11 12 بود که ارگانیک خیلی مد شده بود توی کانادا مثلا اینطوری بود که حالا الان هم ادامه پیدا کرده ولی یه مثلا قسمت از فروشگاه رو همه چیز ارگانیک بود و مثلا واقعا همون پرتقال از این من میذاشتن اون ور یه دونه برچسب ارگانیک روش میزدن و مثلا پنج برابر قیمت می‌فروختن فکر کنم تو بهتر بتونی قیمت و صحبت این بوده یا آره, آره نه نه, نه. ثبت شده کلی و از از از... آره کلی فروشگاه بودن که برای این توبیخ ام. شدن و خیلی حالا فکر کنم آره فکر کنم اینی که تو میگی درسته چون الان هر محصولی که بخواد به عنوان ارگانیک فروخته بشه توی های حالا فانکوئر حداقل من میدونم اینه که اون فارم یا اون مزرعه‌ای که ازش میاد بعد یه سری استانداردهایی رو رد بکنه یه سری مد... سرتیفیکیت هایی رو بگیره و بعد مثلا توی مغازه میتونن زیرش بنویسن اورگانیک دیگه آره. اینطوری نیست که الکی مثلا تبلیغ بشه زمانی ممکنه خیلی مود بشه حالا من که پزشک نیستم درستی غلطه اینا هم باشه با خودشون ولی مشکلی که هست اینه که اینا چون مفاهیم جدیدیه نسبت به طول زندگی بشریت آره اینکه تحقیق درست روش انجام بشه تو دراز مدت زمان خیلی زیادی لازمه مثلا چیزی که مثلا رژیم حالا کیتوجنیکی که الان مد شده ممکنه من نمیدونم مثال دارم میزنم ممکنه تاثیراتی داشته باشه توی بلند مدت ولی درست. خب چون کسی که این رو الان شروع کرده هفتاد سال دیگه مثلا 60 سال دیگه میشه بلند مدت تا اون موقع هنوز هیچ دیتای موثقی نیست که اینا آیا تاثیرات دیگه‌ای رو بدنشون میذاره یا نه درست. اینا مثلا راجع به این ورزشی هم خیلی میگن چون عمر به نسبت کوتاهی دارن در مقایسه با عمر انسان درست. و تحقیقات بلند مدت لازمه که انجام بشه درست و هنوز هیچ فرادون گیره خورد هنوز انجام درست. نشده و نمیدونم ممکنه تو بلند مدت مثلا طرف سن بالا برسه مشکلی پیش بیاد که دقیقا حالا فرق این پلانت بیس دایت ها چیه؟ اینه که مواد غذایی برای اینکه خیلی شبیه به مواد غذایی باشن که حالا حیوانی هستن مثلا تو برگری هست و از پلنت بیسته که حالا در بیشتر صحبت میکنیم برای اینکه بخوان خیلی شبیهش بکنم به برگر معمولی که از گوشت حیوان حالا به وجود اومده خیلی این پروسه های مختلفی رو باید طی بکنه با چیزهای مختلفی چرخ میشه به کلی مواد شیمیایی و مواد غذایی مختلفی با این قاطی میکنن که این بتونه اون حالت و اون حالا تعم و اون رنگ و هر از و اون تکسچر برگر معمولی و مثلا به خودش بگیره خیلی مزه مثل شویش شده آره حالا چیز جالبی که باید بدونی اینه که الان یه برگر جدیدی اومده به نام بیاند برگر که حالا در بیشتر صحبت میکنم ولی برای بر میده این میده نه اصلا بیاند برگر یه برنده ترید مارک شده آره یه ترید مارک شده که یه کمپانیه که اینو به جاهای مختلف در واقع و اونا حالا همونو درست میکنن اینا برای اینکه حتی این قرمزی گوشت رو هم بگیره به این آب لبو میزنن حتی موقعی باست. که شما میخورید حتی حالا اون یه قرمزی هم از این بچه که لبو هم آره. و حالا با ویگن های خیلی اساسی که صحبت میکنی که مثلا چندین سال ویگنن میگن این انقدر تکسچرش یا اون حالتی که داره توی دهان نزدیک به گوشت واقعی که ما نمیتونیم بخوریم یعنی برا ما خیلی تدایی اون خاطرات آره تدایی واقعا اون چیزهای مختلف انجام میده و اینا حالا تا اون حد پیش رفتن که بتونن یه چیزی رو درست بکنن که عمل خیلی شبیه شبیهه و چند تا از این یوتیوبر هم که نگاه میکردیم اینا مثلا وقتی که به صورت چی میگم بلاین فولد تست انجام میدادن وقتی چشاشون چشاشو رو میبستن نمیتونستن تشخیص بدن که کدوم واقعا گوشته و کدوم حالا این گوشت پلنت بیسته حالا در مورد صحبت کردیم دیگه یکی ای از این غذاهایی که خیلی الان تو کانادا مود شده همین بیاند میته که به قول به فرهاد یه ترید مارک شده و یه کمپانی است که داره اینا رو به در واقع استورهای مختلف به مغازه‌های مختلف به در واقع فروشگاه های مختلف میفرسته و اونا همه این رو میخرن که گوشت همبرگر هست که به صورت در پلنت بیست یا زیرساختاش همه گیاهی و خیلی خیلی رواج پیدا کرده در حدی که روزای اولی که اومده بود چندین هفته این هی hey, سولد می میشد هی hey, میفروختن و مثلا فقط چند ساعت می بود و همه می اومدن می خریدن و این دوباره بعد می مثل مثلا هفته بعد دوباره می اومدی و تمام رستوران هایی که این گوشت داشتن خیلی پروفیت خیلی زیادی از این بردن یه سود خیلی عجیبی از این بردن به خاطر اینکه میگفتن این خیلی سالمه و گیاهیه دیگه میگفتن پلنت بیست هستش این گوشتی که وجود داره <applause> ولی اتفاقی که برای این نوع غذا میفته به خاطر اینکه گفتم خیلی پروسس میشه و خیلی حالا چرخ میشه با چیزهای مختلف قاطی میشه دیگه میرسه به مرحله سوپر پروسسد فود یعنی یه غذایی که دیگه خیلی پروسس شده به صورت بیشتر از حتی اون سوسیس کالباسایی که ما میخوریم پروسس شده و با, با چیزهای مختلف قاطی شده که اون ارزش غذایی خود شد خیلی زیاد از دست میده مه. مثلا خیلی به شکر و نمک و اینجور چیزا میزنن و اون مقدار کالری که داره رو خیلی زیاد میره بالا به خاطر که با مواد مختلف قاطیش میکنن و اون ارزش غذاییشو رو از دست میده و فقط اسم سالم باش میمونه ولی واقعا ارزش غذاشو که نگاه میکنی خیلی ناسالم به نظر میاد مثلا همین ANW که گفتی اینجا یه رستوران زنجیره که همبرگر رو آرزوی مختلف میده و از این بیان میت هم استفاده میکنه این همبرگر بیان میتو هم داره وقتی که میای مقایسه میکنی یه دونه برگر معمولیشو با بیاند میت میبینی که درصد سودیومش تقریبا 50 درصد بیشتره این بیان میت که ام. نمکشه چربیش بیشتره و کالریش هم 60 کالوری هم بیشتر داره از از اون برگر معمولی واسه همین موقعی قاعد. که یه آرگومنتی هم هست میگن که حالا الزامن چربی بالا یا سودیوم بالا آره. الازمان... سودیوم بالا چرا آره ولی واسه چربی خیلی قوی تره که میگن حالا آره خیلی... آره ولی اون ولی اون چربی گوشته نه این پلنت که میگن که آره وقت پلنت بیس نیست چربی گوش میگن یه س... آره میگن آب که آب یه لبو. اسیدی توش وجود داره یه آمینو اسیدی توش وجود آه. داره که خیلی سازنده است برای ماسل های بدن ولی چربی که از حالا د... پلنت بیس تا میاد قبلا صحبت کردیم دیگه زیاد جذب در واقع درصد جذبش خیلی پایین تره و اون ارزش غذایی هم نداره برای همین حالا میان آدما رو یه جورایی حالا گول میزنن و میگن که حالا این سالمتره قیمتش هم از نسبت به گوشت معمولی خیلی بالاتره چون که سالم تره ولی واقعا خب ارزش غذایی رو نداره دیگه و در واقع خیلی ناسالمه این اسم هم باشون میاد که این فراورده های گیاهی هستن و میتونن خیلی سالم باشن بعد جونم براتون بگه که حالا من این حرفا رو زدم با حالا چند نفر مشکل شخصی داری با قضیه کیاخاری نه نه اتفاقا نه چون من خودم... به شما مطمئن نه نه, نه، رژیم غذایی حالا بهت میگم من این افراد رو زدم که بگم مباحثی که میشنویم توی اخبار یا میشنویم یا از بقیه دوستان اطرافیان میشنویم یا حتی مباحثی که تو خودکست میشنوین همینطوری قبول نکنیم واقعا بریم ببینیم که تو که قطعا مبول. آره مثلا ببینیم که اون سورسی که دارن واقعا از کجا میاد ببینیم که مخصوصا در واقع تاپیک هایی یا مباحثی که برمیگرده به سلامت انسان و میتونه زندگی آدم ها رو کلا عوض بکنه یه تحقیق روش انجام بدیم چند تا چیز زردش بخونیم و با چشم باز به قول معروف بریم سراغ این موضوعات متاسفانه گفتم دیگه چیزایی که میشه ازش پول درورد کمپانی ها به صورت خیلی غیر جوان مردانه ولی حرفه‌ای تبلیغات رو روش انجام میدن که مغز آدم ها رو در واقع سوق بدن به سمت یه سری از فرآورده هایی که حالا دارن تولید میکنن و اون عوض میشه دوباره یه دیگر رو میارن حالا به قول معروف مشهورش میکنن و برای آدم ها آره اونجا خرابکاری بکن به آدم ها میفروشن که فقط ازش پول در بیارن حالا این چیزایی که مانگو ما, ما ارجا بدیم به تاریخ که بگیم قد قدیم کجا اتفاق افتاده اون زمانی که حالا سیگار و اینا خیلی صنعتی میشد یه سری تحقیق دانشگاهی اومد بیرون که آقا تنباکو ضرر داره برای بدن اون دودی که میری تو آسیب میزنه به شش و اینا ولی خب اینا چون پول در اختیارشون بود تونستن تا یه مدتی در واقع تحقیقات رو جهت دهی بهش بکنن و یه جوری با اعداد و ارقام بازی کنن که نه آقا تنباکو هم بد نیست آره خلاص اون داستان گذشت اخیرا برای شکر دوباره همین داستان پیش اومد که داشتم داشتن میفهمیدن که آقا شکر اصلا چیز خیلی بدیه تو همه مواد غذایی هم داره اد میشه چون خوشمزه میکنه ولی آره. خیلی منظر دوباره عین همون اتفاقی که روی تنباکو روی تحقیقات روی تنباکو اتفاق افتاده رو شکر هم شده بود حالا ایمان که اینا رو میگه چیز مثال تاریخی هم داره یعنی قدیم هم اتفاق افتاده که صرفا برای سود ممکنه که یه سری از ضرر بزنن آره این چکره که میگه فکر ما قبلا در صحبت کردیم یه در واقع استادی داشت انجام میشد که میومد ضرر در واقع میدید که چه چیزی باعث حمله قلبی آدم ها میشه ام. اومده بودن الانم که بیشتر صحبت میکنی همه میان اولین چیزی که باشون صحبت میکنیم میگن که چربیه ام. توی ایران که خیلی معروفه که چربی باعث حمله قلبی میشه و باعث سکته میشه و آدمها رو حالا از بین میبره ولی یه دونه در واقع استادی داشت انجام میشد یه مطالعه, مطالعه داشت انجام میشد تحقیق داشت انجام میشد که اومدن در واقع اثر شکر رو بر بدن نگاه کردن و اثر چربی و حالا چربی گوش رو اومدن نگاه کردن و واقعا دیدن که شکر خیلی اثر مخ... اثرات مخرب تری داره با اینکه با... برای اینکه باعث حالا ورم روی مغز و روی رک ها میشه ولی خب چربی توی گفتم یه آمینو اسید توش وجود داره که اصلا میتونه سازنده باشه و یه مقداری از چربی واقعا مهمه توی, توی بدن ام... که اون شرکت هایی که شکر رو حالا در اون ش... کمپانی هایی که شکر تولید میکردن شکلات تولید میکردن و چیزهای مختلف اومدن اون استادی رو خریدن اومدن اون مطالعه رو بهش پول دادن بهش خیلی دادن. کمی هم رش داده بودن اینکه 60000 دلار بود ولی خب 60000 آره. دلار اون موقع آره <laughs> هزار آره. دلار بهش داده بودن و اون طرف اومده بودن خریده بودن. رو بهش شده بودن و عوض کرده بودن و اون مطالعه این رو ثابت کرد که ثابت کرد به قول معروف که ش... اه... که چربیه که باعث سکته میشه و خب دروغ بود دیگه میگم هم. میان آدم ها رو فریب میدن من حالا کارو میگه تو چیز شخصی ری با این موضوع من خودم یه مدت جو گرفته بودم که آره مثلا نگفته بودی به ما او شما میدونید خب جملهش تموم شد جو گرفته بود که نبوده به خوب مسخرهت کنی جو جف... گرفته بود که من حالا تقریبا حالا دو تا از غذایی که میخوردم سعی میکردم که ویگن باشه یا مثلا آه. فرودای گوشی توش نباشه و اینا و دیدم که یه سری مشکلاتی اصلا بدنم نمیکشه دیگه همیشه خسته بودم و اینا رفتم دکتر و یه دکتر ایرانی هم از اینجا رفته بودم آزمایش خون داد و اینا من از دادم دادم گفتن که بیا کباب داریم آره <applause> بیا کبابت بدن آره زنگ آقا بیا, بیا اینجا مشکل داریم و اینا صحبت کنیم رفتم و اینا گفتش که شما این دوتا قرص آهن بگیر یکی همینجا بخور یکی آتا در برو اونجا یه چیز بگیر یه دونه از یه نسخه نوشتو که گفتش که برو قرص آهن بگیر گفتش که مثلا آهن تو روی چهارده توی بدنت که مثلا آدم معمولی با 170 امزایی باشه آهن من رسیده بود به چهارده و گفتش که واقعا خطرناکه به خاطر اینکه فرآوردهای گوشتی توی بدنم کم کرده بودم و بدون مطالعه رفته بودم سمت این قضیه و حالا همیشه باید مطالعه کنید فکر نکرده بودم که چجوری میتونم جایگزینش بکنم اون چیزایی که دارم از دست میدم وقتی که فرآورده‌های گوشتی رو استفاده نمی‌کنم از چیز جایگزین نمیشن برای همین <تصفح> <تصفح> برای همین خواستم بیشتر رو این تاکید بکنم که با یه مثال حالا رژیم غذایی بیشتر به این تاکید بکنم که چیزهایی که ما میخونیم توی حالا اخبار مختلف یا میشنویم توی پادکست های مختلف مخصوصا خودکست و حالا از افراد میشنویم از آدمات و این حرفی که این جمله‌ای که میگن میگن آدم ها مثلا یه همچین اتفاق خوبه یا میگن همچین رژیم غذایی خوبه زیاد بهش اطمینان نکنیم خودمونم بریم و در موردش حالا یه چیز کوچولو هم بخونیم که با چشم باز و به استناد به یه حالا چیزی که خودمون دیدیم یا رفرنسی که خودمون داریم یه نتیجه تصمیمی رو بگیریم یه فکر کنم دو سه ماه پیش بود یکی از این رهبران ویگن دنیا ده. که یه خانومی بود یه عکسی ازش لو رفته بود توی یه رستوران در حال خوردن ماهی آره سمندش میخورد آره که بعد اصلا کلا این پیروانش و اینا افسار رو سیخته بودن و اصلا خیلی عجیب غریب و خودش هم یه مدتی طول کشید تا بیاد و جواب بده بیانیه بده که آقا چرا من داشتم ماهی میخوردم و گفته بود که مثل اینکه به مشکلات آره. بعدی خورده و رفته دکتر دکتر بهش گفته که باید ماهی رو بخوری یه کارنت نیوز خبر روز بازم حالا پیرو همون اپیزود قبلی خبر خاصی نیست یه خبر ام اما فرزاد یه پادکست اومد از جوروگن بیرون من و ایمان و فرزاد از طرفدار جوروگن هستیم جوروگن از سلاطین پادکست جهانه آه، 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 آه. ایشون با باب لزار یا حالا ما سما مسخره میکنیم میگیم باب لیزر شما نمیگید کسی دیگه گفته آره ما تقلید میکنیم با ایشون مصاحبه کرده یه داکیومنتری از باب لیزر هست الان میاد باب لیزر <تصفح> هست تو با... نتفلیکس بزر... یه تیکش میگم بعد برو که اسمش هست Area 51 and flying saucers آره آره و آره بگویم ما بعدش ببینین باب لیزر یه آدم خیلی جالبیه این ام... حالا طبق گفته خودش میگه که این توی سال مثلا 1964 ش... فکر میکنم گفته بود حالا آره مطمئن نیستم ولی این 68 این 20 سالی فرقش آره ولی خیلی قدیمتر منظورم اینه که رفته بود و ناسا اومده بود این رو استخدام کرده بود برای اینکه بیاد یه کاریه یه پروژه رو انجام بده بهش نگفته بودن دقیقا این پروژه چیه حالا این میگه که من رفته بودم و توی قسمتی هست به نام S4 امه. یه سکشنی هست به نام S4 توی الیا 51 حالا همون اریا 51 که ناسا اونجا حالا هم چیزای فضاییش رو انجام تقاط فضاییش رو انجام میده یه مرکز پژوهشی که بیشتر روی سفینه های فضایی یا مثلا موشک های خیلی دور برد و اینا کار میکنن میگفتش که من رو بردن اونجا و اونجا من با به من یه سفینه فضایی نشون دادن نه تاش رو حالا میگفتش که داره اون موقع وجود داشته توی اریا 51 توی اون قسمت سیکشن S4 و اینا شروع کرده بودن روی یکی از این سفینه فضایی کار میکرده و کارش این بوده که اینا بتونن این رو در واقع ریورس بکنن و ببینن که واقعا چجوری کار میکنه سفینه فضایی یعنی آها از آره از, از خارج از از موجودات از فضایی, موجودات فضایی گرفتن نه تا دیگه هم یعنی میگفتن نه تا دا دا وجود داشت آره نه تا دا وجود داره و میگفتش که ما کارمون بود که اینو ریورس انجینیر اینو بکنیم. تو برنامه جوروگن اومد آره گفت آره آره, آره آره و نه این خیلی حالا میگم آدم خیلی چیزی کانتروورشیالیه که همون موقع که اتفاق افتاده بود این گفته بود که من نمیتونم این در اینو نگه دارم پیش خودم این رازو نگه دارم و اومده بود با چیزهای خبری مختلف صحبت کرده بود و اون موقع خب خیلی اطلاعات میداد که در نیومده بود مثلا یکی از اطلاعاتی که میداد میگفتش که ما وارد چیزی که میشدیم وارد هر سکشنی که میشدیم اون موقع میگفت پرینت وجود نداشته اینا میومدن یه دستگاهی بوده که تو انگشتاتو میذاشتی روش با استفاده از سایز انگشتا میتونسته بفهمه که و سایز دست تو به تو اکسس میداره که و میدونسته که تو کی هستی و اون موقع میگفتن که حالا جالبی که هست میگفتن اون موقع هرچی گشته بودن همچین تکنولوژی وجود نداشت و فکر کردن طرف داره دروغ میگه ولی هرچی که میرن جلوتر الان داره اطلاعات مختلف به وجود میاد که اون موقع واقعا ناسا داشته از یه چیزی استفاده میکرده و تنها کسایی که اونجا بودن میتونستن بدونن که چیزی وجود داره حتی تا این حد پیش رفته بودن که اسمش رو مثلا مثل اینکه که به خاطر اینکه ناسا اومده بود این اطلاعات رو افشا کرده بود ناسا اومده بود اسمش رو از توی چیز برداشته بود از میخواستن حذفش بکنن مثلا به صورت فیزیکی و کلا از آره کلا اومده بودن رکوردای رو حذف کرده بودن رکوردایی که توی حالا جاهای مختلف بوده رو حذف کرده بودن ولی خب گفته بود مثلا من فلان تحقیق علمی انجام میدادم رفته بودن در همچین اسمی وجود نداره ولی یه دونه کتاب از این یلو پیجز ها پیدا کرده بودن که اسم این اونجا بوده و توی اون شرکت ثبت شده بوده که واقعا اونجا کار میکرده خلاصه این چندین سالی دیگه ساکت بوده و دیگه مثلا صحبتش کرده بود و اینا که جوروگن دعوتش کرد و اومد توی در واقع اون پادکست جوروگن تمام این موضوعات رو گفت مثلا بحث سه ساعته بود که یه داکیومنتری از این اومده بود بیرون که اومده بود اون رو توضیح میداد که چه جوری بود و حالا اتفاقی که افتاده همه اینا به کنار که این خیلی چیز عجیبیه که یه همچین کسی یه همچین اطلاعاتی داره و میگه که فلاینگ ساسر وجود داره سفینه های فضایی وجود باشقا دارن و آره بشا پرنده مختلف وجود دارن و اینا که خیلی اطلاعات یو ات... اف میگن آره آره آن آره... فلاینگ آره حالا یه ادامه میدم بحثمو ولی یزی که میگفت میگفتش که به خاطر اینکه الان اطلاعات خیلی زیاده توی دنیا و خیلی راحت میتونن حالا هکرهای مختلف هم هک کنن یه دیتابیس مثلا گاورمنت و یه سری اطلاعات و ازش در بیارن میگفتش که هر چند سال یک بار میان اون ابریویشنی که ازش استفاده میکنن اون کلماتی که استفاده میکنن عوض میکنن یعنی مثلا مثلا شاید تو سال 2017 مثلا یه یو اف نیست یعنی تو هر چی توی تمام دیتابیس ها بزنی یو شاید واقعا توی چیزای دولتی دیگه از یو استفاده نمیکنن یه چیز جدید میذارن روش جایگزین میکنن آره و مثلا داکیومنت های مختلفی هم از این درآورده بودن که مثلا تو سال 2017 مثلا از این استفاده میکردن و وقتی می اون رو سرچ میکردی نشون میداد که مثلا چیزهای مختلفی ازش اومده بیرون ولی خب دیگه یو نیست برای اینکه بتونن در واقع عوام فریبی بکنن حالا چیز اتفاق جالبی که افتاد بعد از اپیزود جوروگن خب خیلی صحبت ها در مورد شد خب جوروگن خیلی آدم گنده توی عصر پادکست مثلا میلیونی اپیزوداشو هر اپیزودشو میشنون اومدن یه دونه ایونت توی فیسبوک درست کردن که بیاین و بریزیم اریا 51 رو بگیریم مردم بچه این هم حتی باید که ایریا 51 خیلی حفاظت شده آره 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 باستا... فیزیکیش کجاست؟ توی آر... نواده توی آه. نیم ساعت بعد با لاسوگاس لاسو فاصله داره ببخشید گفتن که بیانین این چیز رو بوده. بگیریم آره بریزیم اونجا رو بگیریم و توی فیسبوک یه ایونت درست کردم و 400 هزار رو اتندینگ زدن میخوان برن ایریا 51 آره. رو برن بگیرن و یه و حالا اتفاقی اکی... که شنونده میلیونی 400 هزار تاش اینجوری ها حالا یه همچین چیزی کرد یه همچین کاری میخوان انجام بدن دیگه و اینو جو ج... اتندینگ نذاری جو... نه من نیدم هنوز ما دعوت نشده گاز <تصفح> <تصفح> جوروگر اومد چیز کرد یه دونه پست گذاشت که این واقعا کار احمقانه هیچ وقت این کارو نکنید خود لیزر کار... هم گذاشت آره آره میگفتش جو... که اینجا خیلی اه... چیز دا... اه... حفاظت شده و هر کسی بهش نزدیک بشه با تیر میزنه آخرین باری که یه خانم یا آقایی بوده که آره یه نفر بوده که داشته میرفته سعی میکرده برسه به اون منطقه با تیر زدنش و فوت کرده و گفتش که این کارو ما هیچ وقت نمیخواستیم یعنی این کارو اصلا پروموت نمی کنیم و به نظر ما این کار خیلی احمقانه ای انجام ندید و بذارید که اطلاعات به صورت نچرال و طبیعی خودشون بیان بیرون بسیار زیباست ولی ببینید این داکیومنتری جالبیه اگر که بتونید پیدا بکنید روی نتفلیکس داکیومنتری خیلی خوبیه چیز دیگه نداری شما نه بعد این خیلی خبره آسیار در آینده <applause> ای خدا ای چی نگفتی همه رو <applause> نه ایمان جلوی تصویر جونم براتون بگه که این اپیزود 159 ما بود خوب. در مورد رژیم های غذایی صحبت کردیم و کمپانی هایی که میان به صورت عوام فریبی میان میکنن و فقط دنبال سو خودشون هستن ما توی تمام فضای مجازی اسم توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخوان با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برام خود که از تاکس که میتونید اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ او تبریک میگم واقعا باش